اینک صدای پای من. آره، و بعد از یک سفر که تقریبا دو هفته را در بر گرفت در اروپا، دوباره به استودیو خود برگشتم. یک سر زدم به فیسبوک های خود و کامنت های شما، نوشته های شما را خواندم که چقدر خوش بودین و چقدر خواسته بودین که با ما باشین و تشویقم بکنین و دستاورد ما را که دستاورد مجموعی ما است جشن بگیرین. و در عین زمان اعتیاد محدوده هم که کامنت های زشت مانده بودن یک جا با دو دشنام خواندم و فکر کردم که با چی یک مرچ تند شاید ما تبدیل شدیم. ما و شما دستاورد داریم که یک تعداد را بسیار ناراحت می سازن، اما ما به پای عشق حرکت می کنیم. ما بر سرنگونی هموطنهای دیگه خود در حرکت نیستیم، ما با پیش میریم بر سرنگونی یک حکومت جاسوس که امروز به یک حکومت عقبگرا، فاشیستی و خادم شبکه های جاسوسی تبدیل شده. اگرچه این سفر ما در لندن از تاریخ 6 شروع میشه، اما ما میخوایم از تاریخ 12 که بیانیه ما در پارلمان انگلستان بود، اینی بنا بنای پارلمان انگلستان و یک بنای زیبا، والله گیریه میگیریم که میبینم که مردم ها وطن خود چقدر زیبا ساختن، چقدر ارزش به او قائل هستن، چقدر میتونن افتخار کنن و چقدر دستاورد دارن. ما در اینجا یک بیانیه دادم. البته وقتی که میگم در پیش اعضای پارلمان، نیست که تمام اعضای پارلمان شده بود و گویا ما آمده بودیم و بیانیه میدادیم، اما 5 نفر از اعضای پارلمان در اینجا حضور داشتن. این مجلس برازی بود که سالگرد قهرمان ملی احمد شاه مسعود تجلیل بکنن، اما ما به هیچ وجه وجه نرفته بودم که برای از اونا بگویم که مسعود قهرمان بود، به خاطر از این که ما فکر میکنم که در دسیسه قتل مسعود اونا سهم داشتن و ما نمیخوایم که به پیش قاتل های مسعود برم و برشان بگویم که مسعود قهرمان بود. برای از اونا به طور مثال چرچل قهرمان است، اما برای ما مسعود قهرمان ماست. نمیتونیم برای از اونا بریم و پیهم گفته بریم که هی مسعود قهرمان بود. ما رفته بودم در اونجا که درد یا صدای غم و اندوه و قتل و کشتار مردم خود و گوش از اونا برسانم، و ما باور دارم که او چیزایی را که ما در اونجا گفتم و گوش کسایی که باید بشنوند میرسه، به خاطر که انگلیسا رقم ما نیست که گپها را ناشنیده بانن. شبکه های از اونا و دفاتر که مسئول شنیدن بدون شک او را شنیدن. ای بیانیه خدا ما از قبل به انگلیسی شریک کرده بودم، ولی آل میخوایم با شما به فارسی بگویم که شما بفهمین که ما در اونجا چی گفتم. ما در اونجا با یک مطایبت شروع کردم، با یک خنده و مذاق برای از اونا گفتم و در روی صفحه میمانم جریان ازمو بیانیه خود که به انگلیسی است، اما صدایش ای بار به فارسی میمانم که در واقع امو بیانیه ما به شما میخوایم بگویم به شکل کوتاه. مایت شروع کردم که ما میخوایم در اینجا خاطرات خود از کودکی خود در مورد انگلیس به شما بگویم. مال به عقب میرم در او زمانی که در افغانستان یک کودک بودم. در افغانستان ما همیشه به انگلیس ها با یک شک می دیدیم. ما انگلیس ها را انگریز می گفتیم. من نمی فهم که کلمه انگریز از کجا آمده بود،
اما برتان میتانم بگویم که یک کلمه تحقیرآمیز بود برای کلمه انگلیس ها، انگریز. این شک و تردید در مورد انگلیس در افغانستان همراهی میشد با یک احساس نفرت و در عین زمان با یک احساس گرفتن انتقام. و ما ادامه دادم. از خورترکی به یاد میارم که در مکتب ما یک فکایی داشتیم که به احتمال اغلب زیادتر کسایی که در این تالار نشستن او را به یاد دارن. او فکایی بود که یکی از پادشاهان افغانستان برای کسایی که تخصص داشتن در امور نظامی دستور داد که یک توپخانه بسیار کلان بسازن، یک توپخانه مثلا 20-40 متره، تا که ما لندن از کابل هدف قرار بدهیم. آقایونی که در این رشته تخصص داشتن زیاد وقت کار کردن و تقریبا بعد از یک سال با پادشاه اطلاع دادن که عمو تفنگ حال آماده است. پادشاه بزرگهای مملکت و عوام دعوت کرد در یک پارک بزرگ و گفت شما این جمعه بیاین که ما بعد از نماز جمعه لندن رو میزنیم از مابین کابل. نماز جمعه رو خواندن، بعد از او هر چقدر که میتانستن باروت سیاه در مابین از این توپ کلان پر کردن و خرد و ریزه آهن و غیره و غیره هم اینجا گذاشتن و سرب و بوت کونه و چوب و سنگ و هر چیزی که داشتن این توپ ازش پر کردن. بعد از او بسم الله گفته، 10, 9, 8, 7, 2, 1, 0 و این توپ به صدا در آمد و در هوا پاش پاش شد. ریزه های آهن و هرچی که در توپ بود که از هم منفلق شده بود در روی از این مردم در مابین پارک ریخت، یک تعداد مجروح شد و یک تعداد هم جان خود باختن. پادشاه که بسیار خشمگین بود گفت بره امو متخصص امور نظامی را بیارین و گفت که در اینجا اعدامش کنین. این نفر که بسیار چالاک بود گفت که چرا پادشاه بزرگ؟ گفت نمی بینی که تو چی کردی؟ ما گفتم لندن ده، تو کابل زدی. و آقا که هوشیار بود گفت پادشاه ها تو یک کس رایی کو در لندن که اصل صدمه را ببینی. کابل که تو شد خیره، اما لندن اینمیال می سوزه، لندن از بین رفت. پادشاه یک نفر رایی کرد 120 سال پیش که برو و لندن ببینه. سلام عرض میکنم دوستای عزیزم، من شفیع عیار هستم. اونمو نفره که 120 سال پیش پادشاه ایره رایی کرده بود که خبر بگیره که آیا لندن از بین رفته یا نه. و ما بالاخره بعد از 120 سال 5 روز پیش در لندن رسیدم. برعکس لندن چقدر زیباست، چقدر بناهای زیبا داره. خوشحال هستم که لندن خراب نشده بود. ما حق نداریم که مملکت یک آدم دیگر آتش بزنیم. حالا ما پس میرم افغانستان برای پادشاه میگم که او متخصص نظامی دروغ گفته بود و ما برای شما اطمینان میتم که پادشاه فورا او را اعدام میکنه. و ادامه دادم، گفتم ما 17 ساله بودم که کودتای ثور شد و 19 ساله بودم که روس‌ها در خاک ما تجاوز کردند. ما در 17 سالگی طرفدار امو کودتای ثور بودم. فکر کردم که ما از گیر یک حکومت خوبرده فامیلی خلاص شدیم. اما دو سه ماه بعد وقت دیدم که هموطنای ما را میگیرن و میبرن و میکشن، فوق‌العاده خشمگین شدم. اتحادیه پوهنتون بر علیه حکومت ایجاد کردم که به یک اتحادیه فوق‌العاده بزرگ دو سال بعد تبدیل شده بود. روزها دستگیرم کردن، 5 سال زندان تیر کردم، خلاص شدم و از او روز تا امروز
ما برای وطن خود کار میکنم، کتاب نوشته کردم، برنامه ها تهیه کردم و استاد شدم به خاطر از اینکه گلوی پاره مردم خدا یک صدا ببخشم. عالم برای شما میگم که چرا مسعود کشته شد. مسعود یک اشتباه کرد. وقتی روس ها در وطن ما شکست خورد و برآمد، مسعود فکر کرد که جنگ خلاص شد. مسعود اما نفهمیده بود که جنگ افغان شوروی نبود. این جنگ به خاطر داشته های دنیا و ریسورس های دنیا بود. کشورهای بزرگ و غنی در این جنگ شامل شده بودند به خاطر منابعی که در افغانستان بود. بعد از اینکه روسا از افغانستان برآمد، در واقع اونا میخواستند که داخل شوند و منابع مملکت ما را که هزارها بیلیون دلار بود به تاراج ببرند. کشورهای بزرگ میخواهند تمام منابع دنیا را صرف نظر از اینکه مربوط کدام مملکت است بگیرند و ببرند. در گذشته ها وقتی یک مملکت داشته های زیرزمینی داشت، ریسورس ها و منابع داشت، خوشطالعی می بود به خاطر که او را میفروخت و برای مردم و مملکت خود کار میکرد، معتبر میشد. اما آل کشورهای غنی امو پیسه را نمیخواین بتن، میخواین دزدی بکنن. در واقع جنگ افغانستان تازه شروع میشد و کشورهای غنی که روس بیرون کرده بودیم داخل میخواستن شوند برای دزدی، به همین خاطر طالبان را به وجود آوردن. و در این زمان یک مومنتم، یک حرکت سریع در اینجا به وجود آمده بود. اینا میخواستن که ما را به طرف ایران و تاجکستان و ازبکستان و روسیه ببرند تا که روس ها را با می مومنتم که بلد شده بود از بین ببرند، با می طوفان که بلد شده بود به وجود آمده بود. در همین زمانی که در افغانستان مجاهدین تربیت شده بود، در پاکستان پاکستانی ها به دستوری کشورها مجاهدین همچنان در کشور تاجکستان و ازبکستان و غیره و غیره به وجود آورده بودند. منظور کشورهای اروپایی بود که اینا را رایی کنن به طرف روسیه و تمام داشته هایی که در امون نقطه دنیا بود اونا را در کنترل خود داشته باشن. مسعود ما مخالفین حکومت تاجکستان هست. مسعود ما مخالفین حکومت تاجکستان هست. با حکومت تاجکستان یک جا شاند و برشان گفت برادر بیبی که جنگ افغانستان چطور تکه تکه کرده، برو با حکومتت یک جای شو جنگ نکو. و در اینجا یک مانعه ایجاد کرد برای از اینکه حرکت به طرف روس بره. بناهان به یک مانعه تبدیل شد برای کشورهایی که میخواستن مملکت ما را چور پرتن. بناهان مسعود باید پس میشد که منجر به قتل مسعود شد. ما اینجا نامدیم که به شما بگویم که مسعود قهرمان بود. ما اینجا آمده ایم به شما بگویم که شما باعث بدبختی مملکت ماستین. ما میخواهیم به شما بگویم که ما غول نیستیم که نفهمیم که طالب کیست و داعش کیست و این حکومت. حکومت غنی در جریان انتخابات گفته میرفت که ما در افغانستان مدارس از پاکستان میارم تا طالبک های ما نتانن که ما نشوه که ماندشن با رفتنشان در پاکستان. امو کار کرد، اما در 5 سال که است یک بار نگفت که من یک مکتب دخترها در پکتیا جور میکنم، در مزار جور میکنم، در نقاط دورده است. طالبا امروز تمام مملکت ما را دارن و از طریق حکومت دست نشانده اشرف غنی کمک میشن. نیتو آمده بود، کشورهای غربی آمده بود در سال 2001 که گویا ما طالب ها و افراطیون ریشکن میکنیم. برعکس اونا با مراتب قوی شدن، اما مردم بیچاره ماست که ریشکن میشه. در افغانستان امروز هر روز چندین عمله انتحاری میشه، عساکر ما حلال میشن. بعد از روی خدا به طرف اعضای پارلمان کردم، گفتم امی شما در خانه تان یک سگک ندارین؟ یک پشکک ندارین؟ دوست ندارینش؟ ما هم یک سگ دارم، دوستش دارم. آیا شما هم سگ و پشکتان میخواین که تکه تکه کنین بکشین
اذیت بکنین، نه دوستشان دارین، حداقل با مردم ما اونا ما قدر احترام کنین به زندگیشان. میفهمم که شما میخواین همه دارایی ما را دزدی کنین، برین دزدی کنین، چشم خود کور میگیریم، اما مردم ما را دیگه قتل عام نکنین، طالب داعش نیارین. ای یک خدمت به مردم ما نیست، قتل عام ما نکنین. بیانیه ما در انگلستان شاید در طول تاریخ کشور افغانستان اولین بار بود که یک افغان در خود پارلمان انگلستان صدای مردم بیچاره ما را به گوش از یار رساند. آیا این ناشنیده میمانه؟ به هیچ وجه نه. انگلیس ها میشنوند، انگلیس ها درج میکنند. آیا برای ما آسان بود؟ نه، برای ما خطر کشته شدن ایجاد میکند. اما من نمیتونستم کجا برم بر از وا بگویم که جاسوسک هایتان خوب جاسوسک ها نیست، مرا بگیرین، ما بسیار خوب جاسوسک میباشم، با ما اگه $100 میتین با ما $10 بتین. ما گفتم که شما کشور ما را به کشور مفسد تبدیل کردین، در عین زمان هم شما سر ما خنده میکنین. صدراعظم انگلستان در پیش ملکه میایه و برش میگه که امروز اشرف غنی به عیس رئیس جمهور یک کشور مفسدترین دنیا مهمان ماست، و این بخیرم 3 سال پیش بود. و به این ترتیب شما اما را مفسد میسازین، اما را محکوم میکنین. امروز مملکت ما به بزرگترین مزرعه تریاک تبدیل شده، در حالی که نیتو به طرفش میبینه، پیسهش در جیب ما نمیه، یک زغال سیاه در روی ما از بدنامیش کشیده شده. و به این ترتیب ما خود قناعت دادم که می ارزه به قیمت جان خود ایگه پدر روجه بگویم. اما سفر ما از تاریخ 12 شروع نشده بود. تاریخ 6 سپتامبر ما به لندن رسیدم. دوست عزیزم ظاهر شمشیری مهماندار ما بود، یعنی ما بر شما عطا تشریح نمیتونم که چقدر یک آدم سخاوتمند بود. شاید شما تجارب مختلف با آقای ظاهر شمشیری داشته باشین، اما واقعا من 3 دفعه در همی سفر خود لندن آمدم، 3 بار اینا از میدان هوایی ما را گرفتن، دوستای دیگه ما که با ما آمده بود و در اوقات مختلف میرسید اونا را گرفت، آورد خانه، جای، نان، و آنقدر سخاوتمند بود که برای شما هیچ گفته نمیتونم. آقای شمشیری از شما سپاس میکنم. و در تاریخ 6 در خانه خود شب یک تعداد زیاد دوستان را حدود 50 نفر مهمان کرده بود، همش آدم های فعال، و اینا همشان صمیمانه مرا استقبال کردند. و ما فکر میکنم که به زودی ما با هم یک جای کار میکنیم. ما انطباق فکری شاید نداشته باشیم، شاید داشته باشیم، اما زیر یک چتر مشترک برای یک هدف واحد که نجات مملکت ماست ما کار میکنیم. بعد از او فردا شبش ما در عروسی یکی از دوستهای ما اشتراک کردم از مردم ازبک ما. ما عروسی یلداش جان جوان با یلدا جان مبارک میگم. در این مجلس کم ناوقتر رسیدم، وقتی که آیسته برو میشد، و ما بسیار راست داشتم که آمدن ما کدام سکتگی در مجلس نیاره، به خاطر از این که در روز ما متوجه شدم که اکثر اونا نه تنها مرا میشناختن بلکه هم صمیمانه مرا میشناختن. و در اوجا با مجرد که رسیدم عکس گرفتن شروع شدی، دوستم آی دوستم آی دوستم آی، و ما شرمنده شرمنده میخواستم که عکس گرفتن به تعویق پرتم، اما نشد. امیدوار استم که در اوجا ما از اندازه زیاد معلوم نشده باشم. معذرت میخوایم از فامیل عروس و داماد عزیز ما. فردا شب عروسی رفتیم فرانسه که مجلس داشتیم یا گرده همایی داشتیم برای پس فردا در پاریس نزدیک
برج ایفل در میدان آزادی که 700-800 900 یا شاید 1000 نفر اشتراک کرده بود و در اوج ما یک بیانیه دادم. عجب نیست که مسعود چراغ شبستان ماست. عجب نیست که مسعود درفش دل ایران ماست. عجب نیست که مسعود غریو ز شیران ماست. سگ دالر و کلدار و تومان نیم که آزادگی از آن توت و تلخان ماست. محمد اوجه تنها نبودم، در کنارم برادر بزرگ احمد شاه مسعود نشسته بودند. اگرچه من چانس نیافتم که با اونا یک مقدار وقت بگذرانم که آرزو داشتم، اما با اونا یک جای بودم و گوش کردم بیانیه های هموطنهای عزیز خدا که همگیش پر از احساس بود. در این قسمت ما میخوایم از جناب احمد شاه فرید از سازمان آزادی بسیار سپاس کنم. آقای احمد شاه یکی از فعالان جامعه افغانی است در جرمنی و در اروپا، یکی از آدمای بسیار پرکار است. ما شخصا بسیار با دیده احترام با آقای احمد شاه میبینم. در آینده در برنامه‌های بعدیم یک قسمت از بیانیه‌اش میمانم. خانمش هم تشریف داشت، حتی دخترک 2 ساله خود در جرمنی اعلا کرده بودند تا بتانند این مجلس رهبری بکنند. عین زمان آقای یمای همدم یا استاد یما همدم که یکی از برگزار کننده ها بود اشتراک داشتند. عدالت اجتماعی یکی از ضلع‌های اساسی عدالت اجتماعی دسترسی مساویانه به منابع اقتصاد و ساختار و سهم برابر در ساختار سیاسی. ما به پرگویی نمیرم، شما خودتان به عنوان نسل آگاه و جوان، نسل روشنفکر افغانستان، بری به قضایای افغانستان ببینیم که بجز از یک ریشه بی ریشه، بجز از یک مشت بی ریشه که از بیرون پرتاب شده در افغانستان، آیا تمام اقوام افغانستان در ساختار و منابع و انکشاف دسترسی دارند یا خیر؟ این پرسش شما باید پاسخ بده. وقتی که ما میگیم میراثدار جهاد و مقاومت، وقتی که ما میگیم میراثدار یا دنبال کنندگان راه مسعود قهرمان، راه مسعود قهرمان، نسل پس از مسعود قهرمان با این پرسش ها مواجه، شما باید راهی حل این پرسش ها را مطرح بکنید. مسعود یگانه شخص بود که مخالف سرسخت افراطیت، تفکر طالبانیزم و حضور نظامی سربازان خارجی در افغانستان بود. A number of Taliban mullahs directly give a fatwa, a declaration of jihad and war against the government, against the media and freedom. They boycott the music. They از کارنامه‌های احمد شاه مسعود به شمار می‌آید. از دستاوردهای دیگر قهرمان ملی تشکیل جبهه متحد ملی اسلامی افغانستان است که در سقوط رژیم طالبان نقش اساسی را بازی کرد. اینجا از تمام اقوام افغانستان حضور دارد و این فرموده را همه بار و تکرار کنیم برای همدیگر و میراث گذارد. پس چه دارد که امروز از قهرمان ملی در سراسر جهان ما یاد بود و عمل داریم؟ بر روح پاک مرد باز هم صلوات و درود می‌فرستم. امروز از صبح فیسبوک هم می‌بینم بعضی از اسودا و بعضی از بزدلا و نامردهای طالب پرست. دیدم از عزت تو عزت پنشیرا، خوب بالا بردی تو حرمت پنشیرا، خوب بالا بردی تو حرمت پنشیرا، بردی بر آسمان شهرت پنشیرا. رسمیت نشناسم. او اولین زمانی بود که من با مقاومت افغانستان با کار کردم و ده ها هموطنم تیر سازماندهی کرده بود.
هموطنهایی که یک تعدادشان تازه به فرانسه رسیده بودند، هموطنهایی که بنیه اقتصادی نداشتند، هنوزم اینا برای ما دو شب در اونجا جای دادن، مهمانشان بودیم، تخم و کچالویشان کتشان یک جایی خوردیم. نگفتن امان شب اول که ما در فرانسه رسیدیم، یکی از دوستای عزیزم آقای کوهستانی که از دوستای عظمی سازمان آزادی بود، یک محفل بسیار زیبا گرفته بود، در حدود 60-70 نفر در وجود بود. اینا یک رستوران دارن به نام کابل و غذایی که پخته کرده بودن آدم هم میتونست که بسیار شکم بود بسازه که سپاس میکنم. از فرانسه رفتم آمبورگ. شب بعدش در آمبورگ دکتر سر عثمان رامز، جناب حسن جوادی، خانم ناجیه افشاری، جناب امینی و یک تعداد دوستای ما یک رستوران بسیار خوب در اموجا گرفته بودند. سازمان سازمان آب ایجاد شد. تبریک. و ورزشی کار میکنم، کمک میکنم، یعنی آنی جای گفتنش نیست که میخواستم به یک حیث یک عضو پایین و عادی از این سازمان باشم، ولی رد کردن این اعتماد شما برای من یه احساس میداد که برای مشانه خواهیم میکنم. از خاطر تشکر از شما، زنده باشید. من اجازه است یک کلمه دیگه بگم؟ یک کلمه. ما از نام بومر تخلص درشتیم. استاد پدر خماندی مکشاری هستم. ازدواج کردیم، سه تا فرزند دارم. در کابل از دانش کرده حقوق و علوم سیاسی از رشته دیپلماسی فارغ شدیم. سلام دوباره، احمد بکرکار هستم. در کابل تولد شدیم، مکتب استقلال خواندیم، طب کابل و در باز در کشور پولین مرسی باشید. کامران یوسفی هستم. مایک بلند خانم افشاری. مایک بلند جان نام اسلام تخلص برهانی است. مدت 31 سال است که در آلمان زندگی میکنم. در رشته فلسفه و ژورنالیسم تحصیل کردیم. من اسمم احمد جان امینی است. تولد شدیم در پنشه، ولایت پنشه. درود و عرض ادب دارم خدمت هر که حضورین در تالار و بخصوص جناب آقای عیاد. خیلی خوشحال هستیم که جمع شما بزرگوارا هستیم و این فرصت رو برامون مهیا کردیم که آقای بدین صحبت السلام علیکم. باز بچه دیگه به هم بگیم، ما عبید فلادوس هستم از شهر راتینگر آلمان. ما اقتصاد شرکت ها را خواهدیم از پیتی سلام با ما سیار هست بسیار باشید خلاص بدیم. یک چیز باشید به نام خدا، اسم براتنی هست، اخلیس بسروش، از عبید غزنی هستم، از افغانستان و کابل هم زندگی میکنم، در آواخ زندگی میکردم و از لیسه عالیه داریم شکل فارغ شدیم و محصل دانشکده اقتصاد بودیم که در مجرم ها فعالیت های اجتماعی میکردیم. جای نمان که من خدا معرفی کنم خانم افشاری و پولیسی دارم باید کنم. ما هم قیام الدین هست خرالیس غفوری. ما با وجودی که اینو امنی در افغانستان بود نتوانستیم در وجود زندگی کنیم. زندگی کنیم چند وقت به ترکیه تیر کردم. متاسفانه هیچ درست هم خیلی کسایی بودن که دیگه واقعا در هم بود زندگی کنیم. خواهر دردم، آرزو گلدادی هستم از کابل. به مناسبت که جنگ در افغانستان
خیلی کتاب تفن دارم، خود ما متعید هستم و ادامه یه تحصیلی که من دارم در دیس از اتاق افرا و پروفیسنال آشادین یاد گرفتیم، درستش دیپلومشه گرفتم که پس دوباره من پس با جرمانی بخشتم و خود ما آره مصروف کارهای شخصی هستم که پیجه ناست را میتونم. مرحبا عزیز جنرمی، من مرزیه فخری هستم، در کابل توالش کلان شدیم و اصلا از جاغلی، ولسوالی جاغلی ولایت غزنی هستم، در کابل درشتی اقتصاد. سلام، یک بار دیگه حبیب کوهستانی هستم، البته تحصیلات عالی من در شهر دریستن، در پوهنتون تخنیکی دریستن در تمام رساندیم و از مدت تقریبا 33 سال میشه با دوستایی که هستن با هم دوره هستیم یک جای تحصیل کردیم و واحد غرغان اومدم اینجا که با خود همه شده می آرمان زندگی میکنم به شدید بزنی آرمان در شنگ برداد که این فاطمه رو هم دارا و مشاره پروفسور رانی رسیم یکی دیمی شهر کار میکنیم ما خوش هستم که میشه آزم و همه تا خوش هم لابوس زادگاه پدرین خاندار است و البته متولد کابل است. نظر به جنگ های داخلی نکنستم که در رشته حقوق پولونی سیاسی در جرف را تمام کنم در کابل. فعلا در نوروی زندگی میکنم. یک شرکت خود ترانسپورتی دارم در سمت. لطفا خود چنین را بزرگ کنم. آی بزرگ در خدا کنه که در بین دکتر سایبان و جنر سایبان ما خودت هم چی شدم فایل نشدی؟ اسم عشمت کازمی هست، زاده شهر کابل هستم، تقریبا 30 سال میشه که آرمان زندگی می کنم. نام ما از بستگی کاکن هست، 53 سال هستم، در آلمان تحصیل کردیم، در رشته ژورنالیسم در شهر نزدیک مدت نام اتفاقاست به خلاص رنگی میکنم کابل زمین استم تصیلات خود در کابل سنت دواتر از ریسی اگر ختم کردیم در پلوتخی کابل تصیلات عالی خود در رشته این ساختمانی شروع کردم مستریر از انستیتوت به تخنیک سن پترگور و قضاقستان. سلام حضور دوستان که اینجا جمع شدیم و از دوست یک سلام خاص زحمت میکشن آقای تاریخ نجام هست از خودشون اول پیش نهیم بر بود از ما پادیشن و بعد ازش تشکر از اهل میتونم کنیسار فعالانه در صفحه فیسبوک نجام و در گروه واتساپ همه تان فعال بودیم فعال از فعال بودیم فقط زیاد تشکیستان رو نمیخوندیم مخصوص موضوع معرفی را که مطرح کردیم و برس یک تجربه بود. در افغانستان ما بسیار مشکل داریم، اعتیاد خائنین به حساب قوم و نژاد 18 سال است که تمام ریسورس‌های بین‌المللی استفاده کردن و طالبان را سر قدرت آوردن و داعش و قتل عام امروز وطن ما هر روز انتحاری صورت می‌گیرند، نه پشتون زندگی دارند، نه ازواران، نه تاجک، نه هیچ کدام ما. بنابراین بدون هیچ گونه تفرقه با هم باشه ما بر ایجاد یک حکومتی که همه مردم رو به یک شم ببینه مبارزه میکنه. ما بر علیه یک اکثریت و اقلیت بازی ها هستیم. وقتی در یک مملکت انتخابات میشه مانایش که قومیت خلاص شد و اساس رای ما رئیس جمهور رو سال دیگه را انتخاب میکنیم. نمیتونیم که از یک نگاه بگوی ما رای میدیم و دموکراسی از طرف دیگه بگوییم که ما اقلیت هستیم و اکثریت هستیم تمام چمکی ها را چور پردیم و حدود 100 نفر از دوستای ما در اونجا اشتراک کرده بودند. ما اولین حلقه سازمان آب در اونجا به وجود آوردیم، 27 نفر در اونجا چی کردن ثبت نام کردن برای از اینکه سازمان آب به پیش ببرن. این یک دستاورد بسیار بزرگ بود. تمام کسایی که اونجا ثبت نام کرد آدمای پرکار و فعال و
اکثرشان با تحصیلات عالی بود. ما برای شما میگم که سازمان آب یه اولین حلقهش بسیار یک حلقه قوی میباشه. ما در اوجه گفتم که ما رهبر سازمان آب نمیباشم، ما تنها زحمت میکشم به عیس یک نوکر که ما یک سازمان جهانی به وجود بیاریم تا هموطنهای ما با هر طرز دیده که دارن فقط به خاطر یک چیز که وطن نجات بتیم زیر یک چتر جمع شوند. ما تصمیم نداریم که شما را در پشت خود استاد بکنیم. ما تصمیم ندارم که رهبر سازمان آب باشم. این یک فرهنگ درست نیست که ما یک چیز را به وجود بیاریم و خود ما صاحبش باشیم. این از ماست. اگر ما یک خانه برای خود بسازم او خانه از ماست، اما وقتی که ما یک سازمان میسازیم برای نجات وطن خود، ما صاحب از اون نمی باشم. ما تلاش نمی کنم که رهبرش باشم، اما ما یک عضو فعالش می باشم. اگر یک زمان حس کنم که سازمان آب به ما ضرورت نداره، حتی عضوشم نمی باشم، دلیلش ایست که ما یک کرکتر یا یک شخصیت بسیار قوی دارم و می ترسم که نظرات ما تاثیر بگذاره در سر سازمان آب. من می خواهم که سازمان آب از خود یک کرکتر و یک شخصیت داشته باشه تا مردم های مختلف در اوجه بتانن جمع شوند. ما با مردم گفتم که ما علاقات مختلف داریم. در حلقه های اولی ما خود ما خود ماستیم، نظر مختلف داریم، ایدئولوژی و عقاید مختلف داریم، یکی مسلمان، یکی ضد دین، یکی ازی. ما در اون حلقه با هم یک جای نیستیم. در حلقه ها وقت کلان میشه، حلقه کلانترین کل ما هم نظر استیم. نجات وطن در اون کل ما هم درد استیم. امو شعر بیدل خواندم که هیچ کس را در محبت ننگه هم چشمی مباد، هیچ کس را در محبت ننگه هم چشمی مباد، در هوایت هر که گریت دیده هم تر می شود. یعنی هر کسی که بر وطن گریه می کنه چشم ما هم تر می شه. ایجا کدام رقابت موجود نیست، دست یکی دیگر می گیریم و خاطر عشق که بر وطن داریم. از اوجه دوباره لندن آمدم که امی پیانی پارلمنت انگلستان بود. از اوجه دوباره رفتم ده هالند ما توقع داشتیم حدود 400 نفر، اما 60 نفر آمده بود به خاطر ازی که در یک جای گرفته بودیم که 2.5 ساعت دورتر از جایی بود که افغان ها زندگی میکنن. در نظر نگرفته بودیم که شاید ترانسپورتیشنشان مثل امریکا نباشه، شاید اقتصادشان مثل امریکا نباشه، شاید آمدنشان سخت باشه. و اکثر نفرهایی که زنگ میزد دوستایم گفتن که بسیار برای ما دور است. 60 نفر بود، اما تقریبا همگیشان در اوج ثبت نام کردن و حلقه دوم خود ما در هالند ایجاد کردیم. سلام دوستای ارجمند، امیل ازا برای آقای شفیع حق در دوستان عزیزان بسنی که میدونیم آقای عرب احساس آف قدردانی میکنن. سلام سلام دوستان، خوش آمدیم در آلین. خوشحال هستم که شما را میبینم کلگی تنه. با وجودی که مجلس هالند ما تعداد کم آمده بود، اما نظام نام خدا زیاد است و آدم های آمده بود که کتشان میتونی هم سفر باشی. یعنی خوشحال هستم، سپاش میکنم. ما هم یک قسمت از گفتگوی شما را که تعقیب کردم، یعنی واقعا دوستا همه گی به پیاموهایی داشتن، نظریات خود را، یعنی شما به قدر کافی وقت میدادیم همه گیره که همون درد دل خود رو بگوید که دل خود رو بگوید و تا این امیال بگوید ویدیو هم از خود آقای ایوان خودشان بخارشان حوصله‌مندی است، نه؟ با حوصله‌مندی صحبت های مردم به افغانستان هم بشنوند، حوصله دارن که ما هم این تقاضا را زیانه و سبب علاقه‌مندی ما هم همیست که ایشالا یک انسان با حوصله میدانه که افغانستان هم کوی 50% در حل نجات بده. همین گمی که خود آقای عیار یک ذهن سنجشگر داره، یعنی میتونه که موضوعات بسازد به یک استدلال خوب و یک منطق بسیار عالی قابل فهم برای تمام توده که یعنی اگر سطح بلند است، پایین است، اوسط، قابل فهم است. ولی ای که نقطه بسیار مهم ای که همین تفکیک بین مذهب و خرافات
که شما بسیار با امیدی را تفکیک میتونه نظر برای ما مردم جای واقعا باید توجه کنیم که بسیار زیاد در درون ما نهانیده شده و منحرف ساخته ما را از امو رای حق رای که باید بسیار شرکت کنیم. اینه که انسان ها به اساس دوستی و برادری بتانند زندگی کنند، بتانند بپذیرند، بتانند انعکاس بدن نظرات خودن. ما روز یک مصاحبه بسیار خوب داشتم. این مصاحبه من برای به انگلیسی و به جرمنی، خانم جرمنی است. یعنی ما همو جمعی را تشریح کردم با برز اونا هم که چرا ما رفیجی میشه؟ چرا مشکل ما چی است که باید من نظر بگیریم؟ حالا توابعی خاص ما از این مردم چی است که در مورد ما باید بفهمند؟ و واقعا در 7 سال گذشته این یک تصویر خوب از اسلام ها برای مردم دادم. ما منظورم نیست که دین از مردم بگیم، دین یک نیازمندی است که بخواییم یا نخواییم که انسان ها واقعی میخواهد. اما قتل و کشتار دین نیست. دختر مردم را گرفتن، مانش را دوزی کردن، تره و اقوا دین نیست. اوش را باید پاک کنیم و دین خود خوبی سازیم. با افتخار به تشریف آوری آقای عیار یک کف میزنیم در این کانتین. بسیار میتونم یک بخش کنیم آقا بفرمایید اکثر سوزت میگیرین اکثر سوزت میگیرین که با مردم خود باز سلام آوردیم دوستا عزیزان حساب کنیم انشاءالله که باز و باز ایچه خود آقای عیار میتونیم برنامه شما تعقیب کنین و محتوای جلسه ما امروز شما کسب کنیم. خداحافظ. راستی در فرانسه معذرت بخواهیم که دوستای ما میخواستن عکس بگیرن، اما به اندازه یک هجوم شد که نمیتونستم عکس بگیرم. در حدود 50 نفر، نفرایی که سیکیوریتی مرا مسئولیت ما گرفته بود، نتونستن که در اونجا امیر بدرستی منج کنن. از این خاطر برای ما توصیه کردن که باید برایم. از شما دوستای عزیز که از راه های دور آمده بودین که با ما یک چند دقیقه گپ بزنین عکس بگیرین، صمیمانه معذرت میخوایم. شما بفهمید که ما بسیار خجالت کشیدم و بسیار مایوس شدم که را من نتانستم. صمیمانه از شما معذرت میخوایم. عرض اندام جوانان افغانستان که در این نوع تجمعات با خونگرمی حضور به هم میرسانند، این بار به دلیل حضور آقای عیار گرمتر از همیشه بود. اما در عالم چون تعداد کم بود که تا هر کسی 2-3-4 عکس گرفتم، با اونا 6م گپ هایشان را گوش کردم و ما فکر میکنم یک نشست بسیار خوب بود. از اونجا فردا صبحش رفتیم دوباره لندن، یا 3 بار لندن رفتیم با آقای نسیمی که یکی از فعالین جامعه افغانی است و میخواهد که مهاجرین کمک کنه. یک مصاحبه کردم، بعد از او ساعت 12 رفتم در وست لندن یونیورسیتی که دوستای ما اوجه یک مجلس با جوان ها گرفته بود. حدود 100 نفر آمده بود که حداقل 70 یا 80 نفر از این جوان ها بود. اینجا یه دوست عزیزم آمده بود که در ویلچیر بود، معیوب بود. گفت چند سال پیش در یک تصادم موتر تقریبا همه دار و ندار خود و شمول
نامزد خود از دست داده بود، خدا ناکده نه ای که نامزدش فوت شده بود، اما بعد از او همه مصائب که آمده بود شاید نامزدش با او یک آینده ندیده بود. خب او مسئله شخصی از اوست، دو ما کدام تصاحب ندارم که بکنم، اما یه زندگی خود از سر دوباره ساخته بود، صاحب چند کمپانی بود که 110 نفر برش کار میکنه، یعنی یک چیز بسیار زیبا بود، یک انطباع خوب برای هموطنهایم بود. خانم عایشه آمده بود، یک خانم جوان، و گفت که من تایر فروشی دارم، من خودم شخصا تایر تبدیل میکنم، تایر موتره. برم جالب بود و گفت من آمدیم که امیره بگویم که ما زنها هم هر کار را که مردها میتانه میکنیم، و با کار خود افتخار میکرد. و آل دیگه صاحب تنها یک بزنس تایر فروشی نبود، بلکه بزنس های مختلف داشت و صاحب یک درآمد خوب بود. در واقع گل را که آقای روشان به ما آورده بود برای خانم عایشه تحفه دادم، تا سپاس بکنم از این که از کار خود نمی شرمید، از این نمی شرمید که بگویم من تایر تبدیل می کردم. ما به این خانم افتخار کردم و در اینجا ما واقعا با جوان های سر خوردم که بسیار مرا خوشحال ساختن. دو هم وطن سیکم در اینجا آمده بود، این دو آقا یک چند کلمه گپ زدن و از ما سپاس کردن که در مورد اوتار سنگ، کسی که به خاطر وطن مبارزه کرده بود و در امون سفره که در جلال آباد کرده بود که با غنی ببینه و رفیقای غنی انتحار کرده بود و یک تعداد هم وطنهای هندوی مرا کشته بود یا سیک مرا، ای آمد و از او تشکری کرد. ما برش گفتم که من خجالت نکشم که در مملکت ما مردم به هموطنهای ما که به یک دین دیگه مربوط هستند به دیده حقارت میبینند. ما برای ایجاد یک حکومت مبارزه میکنیم که شما مثل ما عین حق و حقوق در مملکت داشته باشین و دوباره در افغانستان برگردین. آقای کریم، سید کریم در اینجا که مؤسس و بنیانگذار همین شبکه یا سازمان تاجیکان و فارسی زبان ها بود، در اینجا بسیار زحمت کشیده بود. البته تنانه و نمایندگی از این کانون از اینا تشکری میکنم و در هفته های بعدی در برنامه هایم از هموطن های دیگه میاد میکنم که در اینجا کمک کرده بودند. شب رفتیم در مجلس اصلی ما در لندن که سالون کاملا پر بود. هموطن هایم یکان دفعه بدون از این که حتی پلک بزنن گوش میکردنم، برایم بسیار زیبا بود. از همه شما تشکری میکنم. در برنامه های بعدی ما فکر میکنم یا مگب میزنم یا یکی که شما را امو برنامه های را که ما ویدیو کردیم او را در اختیار کل شما قرار میتم از طریق نجات پیج یا شفیع عیار پیج، از آقای شکیل، از جناب طارق، از جناب ایمال، از آقای شمال که در اینجا آمده بودن سپاس میکنم. در آلند ناگفتن امانه که اسپانسر ما یک آقای جوان بود، یک کسی که در تجارت بسیار موفق است و در چندین کمپانی سهم داره. تمام مخارج ما را در اونجا پرداخته بود که شاید مجموعه مخارج ما هزارها دلار میشد، حداقل 8000 دلار. تمام مخارج ما را در لندن کانون تاجیکان و فارسی زبانان پرداخته بود، البته با کمک یک تعداد از هموطنان ما. در برنامه های بعدی با اگر اونا اجازه دادن باز ما در مورد کسایی که اسپانسر شده بود برای شما معلومات میتونم. خود رستوران یا بانکوت هال باختر در لندن با یک قیمت بسیار کم یک غذای بسیار خوب برای تمام مهمانهای ما تهیه کرده بود. ما از رستوران باختر سپاس میکنم. از شما میخوایم که به این رستوران وقتی که مجلس دارین، غذا دارین، از اینا بخرین تا که رستوران های ما تشویق شوند که وقت کارهای خیریه میشه در رابطه با افغانستان عصه بگیرن از صاحبان امیر بانکوت هال باختر. صمیمانه تشکری میکنم. امروز تنها خواستم مختصرا با شما در میان بگذارم و بگویم که ما برگشتیم. دیروز خوب یک خواب طولانی کردم،
امروز دوباره زنده شدم از او خستگی و در هفته های بعدی مثل همهش در نوکری شما خواهد بودم. Got it.